محمود احمدی نژاد عقب نشینی جریان سلطه در برابر حرکت کمالی جوامع انسانی رو امری گریزناپذیر ناپذیر دونست و گفت پس از فروپاشی شوروی سابق آمریکا بلادرنگ تروریسم رو به عنوان قطب مقابل خودش خلق کرد تا به بهانه مبارزه با آن سلطش را بر دنیا حفظ کنه این در حالیه که همه جریان‌های خرابکارانه دنیا به سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا وصل هستند وی انسجام داخلی در هیئت حاکمه آمریکا و سیطره اونها بر مردم این کشور را مستلزم ایجاد و القای یک جریان خشن بیرونی خواند و گفت پنجاه ایالت آمریکا اختلافات عمیقی با یکدیگر دارند که به سختی و با فرض یک دشمن بیرونی به هم سنجاق شدند اگر چنین دشمنی وجود خارجی نداشته باشه این انسجام دوام خودش را از دست خواهد داد و این در حالیه که اقوام مختلف مردم ایران هفت هزار سال در صلح و صفا در کنار هم زندگی کردند و تار و در هم تنیده شده. احمدی نژاد به بیان استمرار رشد ملت ها و تأثیر تعیین کننده آن در نفی نظام مدیریتی سلطگران جهانی پرداخت و گفت بر اساس سیاست سرکوب ملت ها که طی سی سال گذشته و به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده ملت ها رشد کردند و بالا آمدند و مدیریت ظالمانه و مستکبرانه حاکم بر جهان را غیر قابل پذیرش دونستند لذا سلطگران جهانی به این نتیجه رسیدند که مدل کار خودشون رو تغییر بدن. اونا دنیا رو در دو سطح اداره می کنن. در یک ساعت افرادی مانند بایدن و پوتین و غیره در جلوی صحنه ایفای نقش کرده و می و در یک سطح بالاتر طراحی ها به گونه ای انجام میشه که بازی های جلوی صحنه بخشی از اونه وی به تفاهم صورت گرفته در جریان پشت صحنه آمریکا، روسیه و چین برای ایجاد یک جهان سه اشاره کرد و میگه که حمله به اوکراین گام اول تغییر در مناسبات جهانی و ایجاد یک نظم جدید بوده. دولت آمریکا چند ماه پیش مبادرت به برگزاری کنفرانس دموکراسی با حضور 101 کشور کرد. دقت در مطالب مطروحه در کنفرانس به وضوح بیانگر وحشت اونا از جریان بیداری انسانی و حرکت عمومی انسان هاست. و این در حالیه که فقط در ایران نمیگن که فضای مجازی بده بلکه در آنجا هم ابراز نگرانی کردن که چرا فضای مجازی به مردم فرصت داده تا حرف بزنن و نقش آفرینی کنند. احمدی نژاد در ادامه تبدیل شدن هر انسان به یک رسانه رو از عوامل سرعت بخشیدن به رشد و کمال انسانها دونست و افسود نظام سلطه از حضور فضاینده و معثر انسانها در فضای مجازی به وحشت افتاده و دست به سانسور زده با آنکه توییتر و فیسبوک در دست خودشونه اما چون مردم از طریق آنها حرفهایی را میزنند که با خواسته آنها هماهنگ نیست و اظهار ناراحتی میکنند و مدعی هستند دموکراسی کنترل شده ای که تا کنون جریان انتقال ثروت جهانی را به مرکز سرمایه داری تضمین می‌کرده جواب نداده و به انتهای راه خودش رسیده وی به اعتراف سریح بایدن در کنفرانس دموکراسی بر ضرورت ایجاد یک نظم نوین و اتخاذ تصمیمات جدید اشاره کرد و گفت شرکت کنندگان در این کنفرانس به اتفاق از قرار گرفتن دنیا در آستانه تحولات بزرگ سخن به میان آوردن و هنری کیسینجر نیز اخیرا گفته که خاورمیانه آبستن حوادث بزرگه. احمدی نژاد بر هماهنگی کامل اروپا و آمریکا با روسیه در جریان حمله به اوکراین تاکید کرد و میگه که سران آمریکا و اروپا قبل از حمله روسیه به اوکراین بستر این کار رو در فضای رسانه ای آماده کردم اما آنها از دو جا یعنی خدا و عکسالعمل عمل گسترده ملت ها در جهان قافل ماندند. مردم اوکراین و رئیس جمهور این کشور کار خیلی عظیمی رو در دفاع از کشور خودشون انجام دادن اما مهمتر از آن حمایت ملت ها از اوکراین بود. وی به همصدایی و همراهی سران آمریکا و اروپا برای اشغال اوکراین از سوی روسیه اشاره کرده و میگه که روسیه نتونست به کل اوکراین دست پیدا کنه و اینکه به دنبال جدایی بخشی از خاک این کشوره در همین حال مقامات آمریکایی و اروپایی که مدعی حمایت از اوکراین هستند بر ضرورت کوتاه آمدن اوکراین و تن دادن به جدایی بخشی از خاک خودشون تاکید کردند و هنری هم همین حرف را اما به صورت کادو پیش تکرار کرده و گفته که نبرد سخته و اوکراین باید هزینه بده و کوتاه بیاد و این در حالیه که قرار آنها این بوده که پوتین به تزار روسیه تبدیل بشه و امپراتوری شوروی سابق رو احیا کنه و چین تایوان رو بگیره و آمریکا هم به سمت ایران بیاد در ادامه احمدی نژاد به مباحث پینگ پونگی آمریکا با چین برای فراهم ساختن فضای ذهنی جهان جهت حمله چین به تایوان اشاره کرد و میگه که معنای اشغال تایوان از سوی چین این نیست که آمریکایی ها بعد از تایوان سراغ ایران میان زیرا همکنون نیز انواع فشارها رو از همه طرف علیه ایران وارد میکنند اما سوال جدی که آیا اونها به اهداف خودشون خواهند رسید او میگه من معتقدم که بازی جدید آنها به سرانجام نمیرسه یعنی موج عظیم انسانی که در راهه اجازه اجرای کامل این نقشه رو نمیده کما اینکه روسیه نیز قادر نبود نقشه خودش رو به طور کامل علیه اوکراین اجرا کنه وی افشای نقشه نظام سلطه و تلاش برای معرفی نظام جایگزین رو ضروری خواند و میگه که من معتقدم که هم در داخل ایران و هم در سطح جهانی از سرعت تغییرات عقب نیستیم. باید با معدل جامعه حرکت کنیم و من فکر می کنم که معدل این حرکت خوب و قابل قبوله. احمدی نژاد دولت های چین و آمریکا رو برای ادامه حاکمیت خود نیازمند به وجود یکدیگر میدونه و میگه مگر این دو کشور میتونن 650 میلیارد دلار از مبادلات تجاری خودشون رو حذف کنن اگر این اتفاق بیفته هر دو زمین میخورن چین با فقر و بدبختی و آمریکا هم با تورم مواجه خواهد شد پس به یکدیگر احتیاج دارن و باید حافظ همدیگر باشن اینها مکمل و در عین حال نیازمند به هم و به عبارتی یک موجود در دو قالب هستند او در ادامه میگه بعضی ها در داخل ایران با تحلیلی غلط تصور میکنن که آمریکا دیگر منطقه رو رها کرده و به سراغ شرق رفته. آنها یا واقعا متوجه نیستن یا اینکه خودشون رو به بیتوجهی زدن. آنها مناسبات جهان رو نمیشناسن و فکر میکنن که اگر ما با چین یا روسیه همراهی کنیم گشایشی حاصل خواهد شد. وی به تصرف بازار نفت ایران از سوی روسیه در شرایط کنونی اشاره کرد و میگه تعجب آوره که چرا مسئولان ایران بازار گاز روسیه را رو از آن خود نکردند او میگه بهترین فرصت بود که ما به اروپایی ها بگیم اختلافاتمون سر جاش باقیه اما برای انتقال گاز آماده همکاری هستیم او میگه چرا بعد از 43 سال از انقلاب ما باید ملاحظه روسیه را رو بکنیم مگر او ملاحظه ما رو میکنه در ادامه احمدی نژاد ادعای انتقال قدرت از غرب به شرق رو متأثر از یک تحلیل اشتباه دونست و با رد این فرضیه گفت مگر ما باید حیات انقلاب خودمون رو به جریانات قدرت در جهان گره بزنیم اصلا فرض میکنیم که این حرف درسته و بین شرق و غرب یک استحکاک جدی و واقعی وجود داره آیا ما باید از این فرصت برای منافع ملت ایران و اعتلاع آرمانهای انسانی استفاده کنیم یا آنکه کنار یک طرف این رقابت بیستیم و همچنین گفت با نگاه سیاسی و حتی مکتبی وظیفه داریم از فرصت استفاده کنیم چرا نباید هم آمریکا و هم روسیه و هم چین ضعیف بشن چه کسی گفته که اینها باید قوی باشن و چرا ما باید کمک کنیم که اینها قوی باشند؟ اینها چه گلی بر سر دیگران زدن که بخوان بر سر ما بزنن وی در پایان سخنانش بار دیگه تصریح کرد که در برابر تلاش سلطگران جهانی برای ایجاد تغییرات در دنیا ما نیز وظایفی بر عهده داریم در گام اول باید این تر رو افشا کنیم و به آگاهی بخشی بپردازیم و در گام دوم نیز طرح جایگزین نظم موجود رو که متضمن منافع ملت ها، صلح، آزادی، عدالت و رفاه برای همگانه ارائه بدیم و این در حالیه که یونان نفت ایران در نفتکش روسی رو توقیف کرد یونان نفت ایران رو تحویل آمریکا داد یونان نفتکش روسی رو بدون نفت آزاد کرد و تحویل ایران داد و جالب اینجاست که جوان انقلابی در این ماجرا اقتدار میبینه و خوشحاله آیا نباید به عقل و شعور جوان انقلابی شک کرد؟ درود بر شما دوستان عزیز در صورتی که از این کانال احساس رضایت دارید لطفاً با لایک و کامنت و ارسال ویدیوها به دوستانتون از ما حمایت کنید امید که به کمک هم ایران و جامعه ایرانی جای بهتری برای زندگی بشه از همراهی شما همراهان گرانقدر سپاس گذاریم. روز و روزگارتون خوش